از جوونی میشناختمش. سر سراح بوزرج و مهری کله پزی بود. هر روز صبح میومد اونجا صبونه میخورد. اونجا میدیدمش. یادم یه سری از بچه لاتهای طرفای شهر نو و گمرک و مولوی تو مدرسه پیرنیا بودن. میومد مدرسه واسه نوچاش نمره میگرفت. انقدر اون مدرسه اوضاعش خراب بود بهش میگفتن دانشکده. بعدا البته خیلی عوض شده، یه زورخونه را انداخت، با سران مملکت رفت آمد میکرد، سر و لباسشو درست کرده بود، انگار که انتلکتوال شده بود. این بخشی از خاطره استاد علی نصیریان، بازیگر بزرگ سینما و تئاتر ایران از شعبان جعفریه. گندلاتی که خیلی تو تاریخ سیاسی معاصر ایران نقش داشته. کسی که ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ زندگی نامش، شعبون بیمخ. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا پادکست مورخ. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی مورخ، منابع این قسمت رو معرفی میکنیم. ما دو منبع داریم در این قسمت. اول، کتاب خاطرات شعبان جعفری به کوشش هما سرشار، و دوم، کتاب عملیات آژاکس اثر دونالد نیوتن ویلبر. حالا بریم در دل تاریخ. شعبان جعفری یا همون شعبون بیمخ یکی از جنجالی ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایرانه که اسمش با کودتای 28 مرداد علیه دولت محمد مصدق گره خورده. از عجایب روزگار این که خود ایشون هم 53 سال بعد و دقیقاً در روز 28 مرداد 1385 از دنیا رفت. اما کی بود این آقای بیمخ؟ عرض میکنم. اول فروردین 1300 شمسی، 16 و آخرین عضو خانواده جعفری در محله سنگلج تهران و دقیقتر گذر درخونگاه به دنیا اومد و اسمش رو گذاشتند شعبون. در کتب تاریخی هیچ اسمی از پدر و مادر شعبون برده نشده، اما میدونیم که هر دو اصالتاً اهل منطقه کنسلوغون تهران بودن و در دوره جوانی میان محله سنگلج، گذر باجی مالوها یا همون کوچه روغنی ها سکونت پیدا میکنن. حاج علی اکبر جعفری، یکی از برادران بزرگتر شعبون، هم از کسبه سرشناس و خوشنام محله سنگلج بوده همیشه. سنگلج محله‌ای بود که بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه تخریب شد و پارک شهر به جای اون ساخته شد. بعد از تخریب این محله یعنی سنگلج، خانواده شعبون تو خونه‌ای در گذر دباخونه ساکن شدند. پدر شعبون در این گذر یه بقالی باز کرد و پسر کوچیکش رو کرد وردست خودش. یعنی شعبون قصه ما قبل از اینکه حتی وارد مدرسه بشه، وارد بازار کار شد یه جورایی و شد وردست باباش در بقالی. کمی بزرگتر که شد، پدرش اون رو در مدرسه ثبت نام کرد. اما هیکل درشت و بی توجهی های زیاد شعبون به صحبت های معلم و البته قلدری هاش باعث شده بود هر روز با بچه های مدرسه دعوا کنه این بچه. همین مسئله باعث شد 3 از مدرسه اخراج بشه و هر بار پدرش مجبور بود دست شعبونو بگیره ببره مدرسه جدید که شعبونو توش نشناسن ثبت نام کنه. یعنی نه تنها تو مدرسه‌ای که ازش اخراجش کرده بودن دیگه قبولش نمی‌کردن، بلکه اگر شهرتش به مدرسه‌های اطرافم رسیده بود همون جلو در میگفتن قربون معرفتت، شما تو هم نیا، ما ثبت نام نمی‌کنیم. این وضعیت تا کلاس 4 دبستان شعبون قصه ما ادامه داشت.
آقا شعبون تو سه مدرسه بصیرت، عنصری و اسلام ثبت نام شد، اما هر بار به علت شرارت اخراج می شد. دیگه به یه جایی رسید که باباش قاطی کرد، گفت دیگه من واقعا خسته شدم، مثلا گرفتی ما رو، دیگه بهش اجازه نداد بره مدرسه. پدر شعبون برای مشغول کردن آقا شعبون اونو فرستاد به یک مغازه ریختگری و البته آهنگری که شکار کنه، وردستی کنه، یعنی برگرده سر همون کاری که از بچگی انجام میداد. اون موقع وردستی بقالی می کرد، حالا وردستی ریختگری و آهنگری. خب شعبون اما اهل کار هم نبود، تو ریختگری و تو آهنگری هم بند نشد ایشون. ابوی ایشون دیگه خسته شد، دیگه بگو ما چیکار کنیم، مثلا گرفتار شدیم، داشت موهاشو دونه دونه میکند. چیکار کرد؟ با سرتیپ اسماعیل شفایی رئیس قورخانه که بچه محل هم دیگه هم بودن صحبت کرد، گفت جون مادرت این بچه ما رو بفرستین قورخانه، بابای ما رو در آورد خونه بیرون همه جا. قورخانه حالا چیه؟ یک ساختمونی بوده در تهران که محل ساخت چی بوده؟ ادوات و سلاح و مهمات جنگی بوده. آقای شفایی، یعنی همون سرتیپ بچه محل بابای آقا شعبون قصه ما، با اصرار باباش میفرسته شعبون رو بخش سوهانکاری قورخانه و نتیجه قطعا برای شما هم دیگه الان قابل پیشبینیه که شعبون قصه ما اونجا هم دووم نیاورد. خدمت شما عرض کنم که هیکل درشت و تنومند این آقا شعبون و ورزشکار بودن یکی از برادراش باعث شد ایشون از 14 سالگی با زورخونه و ورزش باستانی جورایی آشنا بشه. یه مقدارم که میگذره تو بازارچه کربلای عباس علی در جنوب چهارراه حسن آباد امروزی یه زورخونه نیمه فعال رو به نام زورخونه بازارچه ایشون میره اجاره میکنه. در واقع باباش بهش پول میده که بره به علاقاش یه جورایی بپردازه، حداقل دست از سر این بنده خدا برداره، از اون اتفاقات یه مقدار دور بشه. بزن بهادری، آقا شعبون تو زورخونه راضی بوده، خدا رو شکر دیگه اونجا بند میشده، ولی تمام وقتش با مدیریت این زورخونه نمیگذشته. حالا یه زورخونه بوده دیگه، خبری نبوده، همه هنگش میکرده، وقت آزاد زیاد داشته. چی کار میکرده؟ آفرین، کار هر روزه آقا شعبون زورگویی، کریخونی و دعوا با لاتهای محله و سایر محله ها بوده. یعنی هرچی بیشتریشون ورزش میکرده و هیکلش گنده تر میشده، میزان دعوا و درگیری هاش هم بیشتر میشده. البته مد بوده. همین دعوا و درگیری ها باعث شد برای اولین بار پای آقا شعبون، یعنی شعبان جعفری، به شهربانی و حتی بازداشت چند روزه باز بشه. شعبون جعفری در 1319 شمسی، یعنی یک سال دیرتر از موعد قانونی، رفت خدمت سربازی. بالاخره کجا افتاد خدمتش؟ تو اداره نقلیه. اما بارها و بارها از محل خدمت فرار میکرد، دژبان بدبخت دنبالش میگرفتش، دوباره مینداختش خدمت و دوباره این اتفاق ادامه پیدا میکرد. نتیجه دوران سربازی آقا شعبون به جای 2 سال چندین سال طول کشید. بله، در ادامه کمی زندگی شعبون داشت سر و سامون میگرفت. چرا؟ عرض میکنم در کشاکش جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای متفقین، آقای حبیب الله بلور، کشتیگیر و مربی مطرح دهه 1320 شمسی، اومد حمایت کرد و همراهی کرد از شعبون جعفری. آقا شعبون توی یکی از خیابونهای اطراف میدون شاپور باشگاه راه آهن رو راه اندازی کرد به سلامتی و زیر نظر همین آقای بلور هم کشتی یاد گرفت و هم قواعد ورزش زورخونه‌ای رو درست حسابی اندفعه یاد گرفت. اما نقطه عطف زندگی شعبون جعفری کی بود؟ 21 اسفند ماه 1326.
دمدمای غروب 21 اسفند ماه 1326 وقتی شعبون جعفری همچنان دوران خدمت سربازیشو داشت طی می‌کرد، با چند تا از بچه محلاشون و لاتولوتای محل به اصطلاح پا شدن رفتن کجا؟ لاله‌زار، که چیکار کنن؟ طبیعتاً سیراب شیردون بزنن با شراب، یعنی اصلا مزه لوتی سیراب شیردونه. حالا لاله‌زار که قطعا همه در جریان هستید، بورس تماشاخانه ها و سینمای تهران هم بوده، اونو ما باش کاری نداریم. چی میشه حالا؟ آقا شعبون و رفقاش که سرشون هم دیگه مقدار گرم شده بوده، به زور میرن تو سالن تئاتر فردوسی. چه خبر بوده حالا تو تئاتر فردوسی؟ نمایشنامه مردم به کارگردانی عبدالحسین نوشین و عبدالکریم عمویی در حال اجرا بوده، رو صحنه بوده. این آقای عبدالحسین نوشینی که یکی از کارگردانا بوده، بعد از اخراج رضا شاه پهلوی از کشور عضو حزب توده شده بوده. نمایشنامه مردمم در انتقاد به ظلم و ستم پهلوی روی صحنه رفته بوده. اینجا نکته مهمیه، اون مس رفته، اینا هم داشتن این نمایشنامه رو با این پیشینه سیاسی که از خود این آقای نوشین گفتم روی صحنه اجرا میکردن. یعنی در زمان درست تو جای درست بوده، حالا نمیدونم، شاید در زمان غلط در جای غلط بوده. بگذاریم. به هر حال این نمایش مردم که کارگردانش آقای نوشینی بوده که سیاسی بوده و از اونور خود کار هم نمایشنامه سیاسی و انتقادی بوده به رژیم حاکم، این خیلی سر و صدا کرده بوده در جامعه. شعبونم که نافشو با شهر رو سر و صدا بریدن دیگه، یعنی هر جا سر و صدا بوده یه پای ثابت آقا شعبون بوده. حالا چه اتفاقی میفته؟ مأمور سالن میبینه شعبون و نوچه‌هاش دارن مست میان تو، میگن آقا نرین، میاد جلوگیری میکنه که آقا جون مادرتون به هم نریزید فلان و اینا. اما با قلدری و دعوا این تیم و خود آقا شعبون وارد سالن میشن، اصلا این حرفا نیست، وارد تماشاخونه میشن و شعبون هم زوری میره میشینه رو صندلی مسئول کنترلگر بلیط، یعنی یه جورایی مسئول انتظامات سالن لجبازی. اون مأمور سالونه به محض اینکه میفهمه این شعبون جعفری یه کچل احتمالاً خدمتش تموم نشده سربازه، یه دژبان خبر میکنه که آقا جان بچت بیا این به هم ریخ، اصلا زندگی ما رو داره دعوا میکنه، سرباز هم هست، بیا اینو بردار ببر از همون جایی که اومده، برو اونجا ولش کن جون مادرت. خلاصه مأمور انتظامات سالن زنگ میزنه دژبان، حالا یه جوری دژبانو خبر میکنه، دژبان میاد، دعوا، درگیری، فوش خارمادر، در نهایت دستبند میزنن دست شعبون جعفری، از سالن میندازنش بیرون، حالا بعدم البته میبرنش خدمت. ولی شعبون و رفقاش که تو حالات عادی نبودن دیگه، قبل این دستبند زدن و اینا یه دعوای اساسی و عربده کشی و این مسائل را میندازن. کلا نظم نه تنها تماشاخونه فردوسی که لاله‌زار اصلا خیابونو میبندن. نتیجه چی میشه؟ این دعوا و عربده کشی ها با اون داستان سیاسی بودن کارگردان و خودکار، یعنی انتقادی بودن خود اون تئاتری که داشته اجرا میرفته، به ظلم و ستم پهلوی اعتراض داشته، باعث حساسیت عکاسا و خبرنگارا میشه. همه میریزن اونجا شبونه. خبرنگار و عکاس روزنامه کیهان فردای این ماجرا یه عکسی از شعبون چاپ میکنه که به این اتفاق دیگه رسما رنگ و بوی سیاسی میده. اینه که میگم نقطه عطف زندگی شعبون جعفری 21 اسفند ماه 1326 بود. کلن داستان از یه عرق و سیرابی خوردن رسید به یه فعالیت سیاسی جدی. چرا؟ عرض میکنم. خبرنگار کیهان مینویسه که یکی از اراذل اوباش تهران برای برهم زدن نمایش مردم که رنگ و بوی سیاسی دارد به سالن اجرای این نمایش حمله کرد. عکس شعبونم که گنده چاپ میشه توی روزنامه. حالا تو این زمان این چاپ شدنه شعبون کجا بوده؟ گفتیم دیگه، دژبانه در نهایت دستبند میزنه میبرتش پادگان و خدمت دیگه، خبر نداشته اصلا چه اتفاقی داره میفته، داره مشهور میشه. رفقا و نوشه های شعبون روزنامه رو میبینن، گوله اینو ور میدارن، یه تیکر هم جدا میکنن، میرن خدمت آقا، میگن آقا شعبون، آقا شعبون، آقا شعبون، ببین روزنامه انداخته، معروف شدی، عکس تو انداختن فلان. شعبون هم البته میگه ما معروف بودیم، این حرفا چیه؟ یه نگاهی هم میکنه و البته حالا سواد جدی هم نداشته، ولی خیلی حال میکنه. بالای این عکس شعبون جعفری چی نوشته بوده؟ شعبون بیمخ دیشب تماشاخانه فردوسی را به هم ریخت. اینجا بود که شعبون جعفری چی میگه؟ میگه زکی
ما سیراوی خوردیم و عرق و حالا چه جنبه سیاسی پیدا کرد. اما داستانمون این شوبه همون نمیخوره، ولی حالا هرچی پیش آید خوش آید. تو پرانتز هم اینو عرض کنم، روایت خود آقای شعبان جعفری از لقبش یه چیز دیگه است. حالا یه سری ها میگن که روزنامه کیهان این لقبو بهش داد، اما روایت خودش یه چیز دیگه است. اگر ما را از یوتیوب الان تماشا میکنید ببینید و بشنوید، اگر به صورت صوتی و پادکست ما رو میشنوید که بشنوید و لذت ببرید. ما میرفتیم مدرسه رو داشت از معلم میخواستیم بریم، همه بچه ها اینجوری میکردن به آقا معلم کنن برو بیرون. به من گفت، من نمیگفتم اینجوری نمیکردم، همجور خودم میرفتم بیرون. وقتی برمیگشتم معلم میزد اینجا شکوم موقعش خرابه. سر همون جایی به ما گفتن این بیموقع و فلان رو ما مود. بله، اینم روایت خود آقای جعفری از لقبش که میگفت معلم به من گفت مخ نداری. بگذاریم. چاپ اسم و عکس شعبون تو روزنامه همزمان بوده با دوران نخست وزیری کی آقای ابراهیم حکیمی ملقب به حکیم الملک. چرا مهمه این موضوع؟ این نخست وزیر محمد رضا شاه حسابی گرایش ضد توده‌ای داشته، با توده‌ای حال نمی‌کرده. از قضا اون شبی که میریزن شعبون اینا توی سالن تئاتر، ایشون تو سالن بوده و مشغول دیدن این تئاتر آقای نوشین. اون اتفاقا و سر صدا که میشه، این آقای نخست وزیر از به هم ریختن سالن تماشاخونه حال میکنه. شعبون میاد به هم میریزه، بعدم انعکاس خبری داشته دیگه، بیشتر حال میکنه. و البته که به مزاق دربار پهلوی هم خوش اومده بوده، چون اون نمایش در نقد سیاست ها و ظلم های مثلا دربار پهلوی بوده دیگه، پس اونم خوشش اومده. نخست وزیر حال کرده، دربار هم حال کرده. نتیجه اسم شعبان جعفری یا شعبون بیمخ از تاریخ 21 اسفند 1326 خواسته یا نخواسته در دربار پهلوی مطرح میشه. اینجا نقطه عطف شعبون جعفریه. 21 عرقه رو میخوره، 22 اسمش تو دربار پخش میشه. ببین کارو. فردای اون روز، یعنی فردای به هم ریختن تئاتر، سرگردی از اداره آگاهی تهران میره در خونه پدری شعبون بیمخ. وای میسه حسابی تعریف کردن که آقا چه بچه‌ای، ماشاءالله چه گل پسره، خیلی بچه خوبی و اینا. این آقای سرگرد چیکار میکنه؟ 2000 تومن اون موقع خیلی بوده، میشموره نقد، میده خدمت ابوی، میگه بدین به شعبون، بگین تا یه مدتی تو خیابونای تهران آفتابی نشه تا آب از آسیاب بیفته، بعد با هم در تماسیم. آقا شعبونه قصه ما هم سریعا باز از خدمت فرار میکنه، میره لاهیجان و یک سال تو این شهر میمونه. یعنی اون یه مدتی که بهش گفتن آفتابی نشو پول بوده، عشق عالم بوده، یک سال طول میکشه. طی این مدت حضور شعبون بیمخ تو لاهیجان، ایشون یه زورخونه یو به نام اسلام نظر اجاره میکنه و همونجا هم با خانوم افسر آزاد سرو ازدواج میکنه. یک سال بعد هم برمیگرده تهران به خونه پدریش تو گذر دباخونه تهران و دوباره کاری که توش خبره بوده رو شروع میکنه. چی؟ معلومه طبیعتاً دعوا و درگیری و شرارت. بیشتر عمر شعبون بیمخ به دعوا و به زن بهادری گذشت و همین ویژگی باعث شد هر بار خواسته یا ناخواسته تو بلواها و درگیریها و شرارتهایی که تو تهران و مخصوصا محله های مرکزی تهران اتفاق می افتاد، آقا شعبون هم حضور پررنگ و فعالی داشته باشه. از اون ورم شعبون بیمخ اعتقادات شدید مذهبی هم داشته و اونطوری که اطرافیانش میگن نماز و روزه ایشون تا آخرین سال حیاتش هم قطع نشده. شعبون برگزاری عزاداری دهه اول و سوم محرم رو از وظایف خودش میدونسته و تو سالهای دور هم یه دسته بزرگ عزاداری داشته که معمولاً هم سر ترتیب حرکتش با دسته های بزرگ و باقی بازاریا و میدوندارا دعواشون میشده. اون دسته ها هم اغلب سرکردشون کی بوده؟ طیب حاج رضایی و البته جاهلای دیگه معروف تهران. به طور کلی محرم هم می شده دعوا، صفر دعوا، ربیع الاول دعوا، ثانی دعوا، الی آخر.
شعبان جعفری در کتاب خاطراتش خودشو از 25 سالگی جزو جمعیت فدائیان اسلام و از پاممبری های سید مجتبی نواب صفوی معرفی کرده. حالا چرا از جمعیت فدائیان اسلام میزنه بیرون ایشون؟ خودش شعبان جعفری تو خاطراتش میگه ترور حاج علی رزمارا نخست وزیر مخالف ملی شدن صنعت نفت به دست خلیل طهماسبی در 16 اسفند ماه 1329 باعث شد من از این جماعت ببرم. حال نکردم، اختیار خودمو که دارم حال نکردم. تو ماجرای حمایت و همراهی فدائیان اسلام از نهضت ملی شدن صنعت نفت و راهپیمایی های این جماعت فدائیان اسلام در حمایت مخصوصا دکتر محمد مصدق و همینطور در جریان ترور حاج علی رزمارا، شعبون بیمخ بیکارم نمیشست و میرفت تو شلوغیا و طبیعتا دعوا و بزن بزن. شعبون و نوچه هاش در حمایت از دکتر محمد مصدق رفتن حمله کردن به یه راهپیمایی تو میدون بهارستان که حزب توده علیه محمد مصدق نخست وزیر وقت راه انداخته بود و چیکار کردن؟ کلی آدم که لتو پار کردن. بعدم ریختن دفتر روزنامه های چلنگر، مردم، شورش و بدر، اینا ارگان های حزب توده بودن دیگه، ریختن دفترای این روزنامه ها و کلن پایگاه های این حزب رو ترکوندن اون روز و نتیجه چی شد؟ شعبون به جرم به هم ریختن نظم عمومی کشور دستگیر شد و چند ماه هم رفت زندان قصر. خلاصه هر جا جمعیت و سر و صدا و دعوایی بوده یه ردی هم از شعبون بیمخ قصه ما و البته نوچه هاش دیده می شده. نمونش بازگشت آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی کی؟ خرداد 1329. از کجا می اومد؟ تبعید شده بود به لبنان دیگه آیت الله کاشانی. ایشون با دامادش به اتهام دست داشتن در ترور شاه در 1327 یه مدتی میفته زندان خرم آباد، یعنی اونجا بازداشت بوده. بعد چند وقت هم تبعیدش میکنن به بیروت در لبنان و در نهایت هم بعد از 1 سال و 4 ماه حدودن برمیگرده تهران. مردم و هواداران شیکا میکنن برای استقبال، میریزن فرودگاه مهرآباد و شلوغ پلوغ و گلبارون. این آقا شعبون بیمخ و نوشه هاش هم بین همین مردم چرخ می زدن. شعبون که خودشو از هوادارای جدی آیت الله کاشانی می دونست، خودش تو خاطراتش چی میگه؟ عرض می کنه: آقا کاشانی تبعید بود کجا؟ لبنان. اون روز که خواست بیاد اعلام کردن کاشانی داره میاد، یعنی هم اون موقعی بود که ما به حساب تو کار مبارزه با کمونیستا بودیم دیگه. آره یواش یواش هم دیگه ما سر کارمون کشید به یه سریا، مثلا حسین مکی بچه معلمون بود، خود چیز میشه ارامنه، خیام ارامنه، بعدم میخواست چیز کنه نمایندش این حسین مکی. ما خیلی تلاش کردیم بهش حال دادیم. با این حسین مکی ما اصلا رفتیم کجا؟ خونه آقا کاشانی، که بعدم دیگه ما یواش یواش مرید و طرفدار سفت و سخت، چون آدم خوبی بود، آدم خوبی بود، مرتب میرفتیم خونه آقا کاشانی. این رفت و اومدا دیگه این شد که ما قاطی نشدیم دیگه، بر خوردیم با هم، من شامون دیگه یکی شد و اینا. پیش کاشانی هم که رفتیم یواش یواش با مصدق و دوروبری های مصدق ما هم پیاله شدیم. شعبون در جریان حادثه 30 تیر ماه 1331 که داستان چی بود؟ احمد قوام السلطنه توسط شاه نخست وزیر شده بود و استعفای اعتراضی دکتر محمد مصدق و شاه قبول کرده بود. شعبون تو جریان این داستان که ده ها نفر از معترضان به خاک و خون واقعا کشیده شدن تو این داستان، حضور جدی داشت و در حمایت از مصدق شعار میداد. اما تاریخ چی میگه؟ به فاصله کوتاهی از ماجرای 30 تیر، شعبون بیمخ از مصدق رو برگردوند تا ماجرای 9 اسفند ماه 1331 اتفاق بیفته. تو این 9 اسفند دکتر مصدق به شاه پیشنهاد میکنه که آقا شما تشریف ببرید سفر عتبات عالیات و اینا. شعبون بیمخ با پیام آیت الله کاشانی و درخواست در واقع آیت الله کاشانی مبنی بر چی؟ مبنی
مبنی بر ممانعت از خروج شاه از کشور پا میشه میره با یه سری از رفقا و نوچه هاش کلن اراذل و اوباشو جمع میکنه، میرن جلوی کاخ مرمر که جلوی رفتن شاهو بگیرن. از اون ورم پا میشه میره بازاریای تهران رو تهدید میکنه، کلن بازار تهران رو تعطیل میکنه. یعنی اصلا ببین توانمندی رو. شعبون و دار و دستش بعد از اینکه جلوگیری میکنن از خروج شاه از کاخ مرمر، که ما این کاخ مرمر رو کوتاه توی اینستاگرام مورخ اخیراً یه ویدیو دربارش ساختیم، حتما ببینید و بشنوید دوست داشتید. به هر حال بعد از اینکه جلوی شاه رو میگیرن از کاخ مرمر خارج نشه. جالبه این کاخ مرمرم یادم اومد بگم تا 2-3 سال پیش دفتر تشخیص مصلحت نظام بوده و البته الان موزه است. بگذاریم. شعبون بیمخ و دارو دستش خیالشون راحت میشه از شاه، پا میشن کجا میرن؟ در خونه دکتر مصدق تا چیکار کنن؟ مصدق رو مجاب کنن بیا از آیت الله کاشانی حمایت کن. اما شعبون وقتی میره میبینه حرفش خریدار نداره و بهش گوش نمیدن، یه ماشین جیپ بهداری رو برمیداره، در خونه مصدق رو از جا در میاره که چی بشه؟ معترضا بتونن برن تو. این اقدام شعبون بیمخ باز هم موجب دستگیری و زندانی شدنش تا 28 مرداد 1332 شد. چه خبر بود اون روز؟ آها، ظهر 28 مرداد به حکم فضل الله زاهدی شعبون بیمخ از زندان آزاد میشه و به عنوان بخشی از نقشه کودتا علیه دکتر مصدق، محمد مصدق نخست وزیر وقت، وارد عمل میشه. شعبون جعفری خودش تو کتاب خاطراتش درباره اون روز چی میگه؟ عرض میکنم. جا کودتا؟ صبح کودتا داداش ما اصلا تا زور تو زندون بودیم. یا گفتم تیمسار زاهدی میخواد جعفری ببینه. تیمسار زاهدی؟ از اون داستان چیه؟ اصلا چوبه شما نمیخوره. خلصه ما رو برشتم بردم بالا شهربانی. یه اتاق قدیم بالا داشت شهربانی. ما تا رسیدیم زاهدی دستمست و واکه بغل. اصلا زاهدی می داریم؟ خلص آقا ما رفتیم تو بغل تیمسار، ما چوبوسه چپ و راست میگم معانقه کردیم. ملوز کم شبون میری بیرون نمیذاری مردم شلوغ کنن. اینه که ما چیکار کردیم؟ رفتیم سراغ حسن لوزون یخی و احمد عشقی و حاجی مرز و امیر مبور. اونم آزادشون کردیم. اون تنها نمیشه که، بعدن همه چرت و پرت نمیشن. یعنی به موت قسم ما همگی تا زور این کودتایی که میگن تو زندون بودیم. اسم گیرون بودم فلا اینا نبودی که. خلصه ما به حساب راه افتادیم تو خیابونا تهران بودیم. تهرانم کوچیک بود. یه عکس چا گذاشتیم پشت شیشه ماشین، داد زدیم چی؟ ایان ناس مملکت آرومه، پاشیم بری خوناتون بینیم با پاشیم بری سر زندگیتون. سن این حرفا نیست. آره اینجوری بود. حالا موفقیت چشمگیر و درست حسابی شعبون بیمخ که نتیجهش این شد که اسمش موندگار در تاریخ سیاسی ایران بشه، کشوندن اراذل و اوباش کف خیابونای اطراف میدون توپخونه و بهارستان بود، البته به عنوان مخالفان دکتر محمد مصدق. شعبون با یه سری از لاتای درست حسابی مرکز شهر تهران از جمله طیب آژرضایی در صدرشون یا حسین رمضان یخی، عباس کاووسی بوده، محمد مسگر بوده، اسقر استاد قلیخانی یا همون اسقر سوسکی، از اونور قاسم گلوبندکی بوده، ناصر جیگرکی بوده و به طور کلی حالا تعداد زیادی از لاتای تهران، اینا اومدن چیکار کردن؟ از میدون امین و دوله و گمرک شروع کردن، از سبز میدون اومدن رفتن به سمت بالا و هرچی کیوسک روزنامه فروشی و دفتر روزنامه و اینا بود اینا زدن ترکوندن تا رسیدن دم خونه محمد مصدق و اونجا با حمیدرضا پهلوی، یعنی برادر محمد رضا شاه پهلوی، وارد خونه مصدق شدن. البته که نخست وزیر یعنی آقای مصدق از حیات پشتیش که اون زمان به خونه دکتر معظمی رئیس مجلس ملی ایران و از نیروهای جبهه ملی بود و به اونجا راه داشت در رفته بود. از اون سمت یه دسته دیگه از لاتای تهران به رهبری حالا ملکه اعتزادی و رقیه آزادپور، یعنی دوتا از مدیران روسپی خانه های بزرگ تهران،
یعنی برای خودشون عملات گنده‌ای بودن، مدیران همون شهر نو در واقع از میدون گمرک اینا را افتادن تو خیابونای شاه‌آباد و استانبول و نادری و کل خیابون شاه شعار میدادن. در نهایت این دو دسته لات و لوتای تهران، یعنی اینور خواهران و اینور در واقع برادران، در میدان ارک تهران به هم پیوستند. در ادامه اون روز پرهیاهو، تیمسار فضل الله زاهدی که گفتیم شعبون بیمخ و رفقاشو این هماهنگ کرده بود از زندان آزاد بشن، ایشون با کمک سرتیپ گیلان شاه و 35 تا تانک و گارد ارتش مراکز مهم تهران رو تحت کنترل میگیرن. از اونجا هم رفتن سمت مرکز بیسیم تهران که کجا بود؟ پیچمرون فعلی در شهر تهران. اردشیر زاهدی هم پاشد رفت اصفهان و با همراهی سرهنگ زرقامی مقرر شد آقا در صورتی که کودتا شکست خورد لشکر اصفهان وارد عمل بشه. از اون سمت سپهبد تیمور بختیارم که بعدن شد اولین رئیس ساواک، یه تیپ نظامی به حمایت از کودتا از لشکر کرمانشاه فرستاد تهران. اینطوری شد که کودتا پیروز شد و در واقع دولت مصدق سقوط کرد و در نتیجه شاه که از ایران خارج شده بود به ایران بازگشت. شعبون جعفری و طیب حاج رضایی هم بعد از کودتای 28 مرداد بین مردم با عنوان تاج بخش شهرت پیدا کردن. خود شعبون بیمخ جالبه درباره علت ملقب شدنش به تاج بخش و کلن نظرش، اینم بگم از القاب رستم در شاهنامه است این تاج بخش. تو کتاب خاطراتش آقای شعبون بیمخ در این رابطه چی گفته؟ خدمت شما. تاج بخش این بعد برگشتن اعلیحضرت یا خوندی پاشو رفت بالا منبر گفت آقای جعفری تاج بخشه، یعنی مثلا گفت خیلی جهال داده و کار کرده و فلا اینا. مردم هم این حرفایی که اینا تو مبسته بود اینا رو میشتیدم این ما هم میگفتم. یکی دیگه از ماجراهایی که اون زمان خیلی سر و صدا کرد ماجرای چاقو زدن شعبون بیمخ به دکتر فاطمی بود. چی بود داستان؟ بعد از کودتا حسین فاطمی یه مدت فراری بود ولی در نهایت دستگیر شد و البته محاکمه. روز محاکمش یه دز اراذل و باش لحظه‌ای که فاطمی بنا بود وارد دادگاه بشه بهش حمله کردن و حسابی هم البته کتکش زدن. خواهر حسین فاطمی تعریف میکنه میگه من دیدم شعبون جعفری داره با چاقو میاد که بزنه دکتر فاطمی رو. من رفتم خودمو پرت کردم روی داداشم. بعدها البته گفته شد بنا بوده دکتر فاطمی اصلا جلوی دادگاه به قتل برسه توسط شعبون بیمخ و نوچه هاش و بعدم بگن که آقا تقصیر ما نبود و اقدام خودجوش بود و از اینجور مسائل. اما این کاری که خواهر حسین فاطمی میکنه و خودشو میندازه روی داداشش در واقع باعث میشه آسیبا کمتر بشه، یعنی حسین فاطمی جلوی دادگاه چند تا چاقو بهش میخوره ولی کشته نمیشه. البته خود شعبون بیمخ تو خاطراتش باز این ماجرا رو کلن انکار میکنه. تو کتاب خاطراتش چی میگه؟ وقتی خانوم البته اینم بگم هما سرشار رو ازش یاد کنیم، هما سرشار تمام سوالا رو ازش میکنه و وقتی ازش میپرسه که آقا داستان این جریان این دادگاه فاطمه چی بوده، زدی یا نزدی حالا خودمونیم، اینو میگه. جا حسین فاطمی آره زدمش، دم شهربانی زدمش، آره بعد با چاقو نزدمش و بعد اینا چرت و پرت نمیشتن بی خود میگن چاقو بوده بی ها. بعد هم همشیرش هم روش نیفتاد همش چرته، همشیرش اصلا رفته بود اون بالا وایستده بود، من دارم پلای پایین زدم یارو رو فکر کن تو. بعد هم شنیدم 15 سال بعد مثل که همشیرش گفته که من نمیدونم این منو زده و من افتاده بودم، شعبون مالو زده فلان جامون چرت کرده و این نمیشه با اون فلان همش. ببین باید عباس درس ببین، مثلا به مد قسم اصلا من بهش دست نزدم به جون شما، یعنی به مولای متقیان میگم، زبان روزه دارم میگم، یعنی شما الان زبان روزه دروغ نمیگی، میگم زبان روزه دروغ نمیگی که اتمام میفته.
به هر حال کودتا به ثمر نشسته بود و شعبون بعد از این خدمت به پیشنهاد تیمسار زاهدی رفت با شاه مملکت ملاقات کرد و نتیجه ملاقات چی بود؟ یه زمین از شاه هدیه گرفت که بره توش زورخونه تأسیس کنه بسازه. شعبون بیمخ تو همون ملاقات هم اجازه تأسیس یه جمعیتی به نام جمعیت جوانان جانباز رو از شاه میگیره. بعد از اون خیلی از مهمونهای خارجی وقتی میومدن ایران اینا رو برمیداشتن میبردن باشگاه شعبون بیمخ که چی بشه؟ اجرای ورزشکارهای باستانی و کلن سنت ورزشی ایران و ایرانی رو در واقع ببینن. الان اگه ما رو از یوتیوب تماشا میکنید دارید تصاویری از محمد علی کله افسانه‌ای رو میبینید که در سفرش به ایران رفته بود زورخونه شعبون بیمخ و اونجا رو دیده بود و البته گویا با خودش هم دیداری داشته. اگر هم ما رو به صورت صوتی میشنوید پیشنهاد میکنم سری به یوتیوب بزنید و نه تنها این قسمت که همه قسمت‌های مورخ رو به شکل تصویری هم ببینید. شعبون جعفری و طیب حاج رضایی دوتا گندلاتی که لقب تاج بخش رو دیگه یدک می کشیدن همیشه با هم رقابت داشتن، اگرچه مسیر سیاسیشون برای سالهای زیادی با هم یکی بود. کجا جدا شد؟ در تظاهرات 15 خرداد 1342 راه این دو رفیق دیرینه اینجا بود که از هم جدا شد. چرا این اتفاق افتاد؟ طیب علیه شاه وارد میدون شد این دفعه و عامل اصلی برگزاری تظاهرات علیه شاه بود. در نهایت هم جونش رو در همین راه گذاشت. اتفاقا تو همین تظاهرات 15 خرداد 42 مردم باشگاه شعبون جعفری یعنی همون زورخونش هم رفتن آتیش زدن. روز بعدش یعنی 16 خرداد این دفعه شعبون بیمخ و دار و دستش و نوچه هاش به حمایت از شاه ریختن تو خیابون. یه رکوردی هم از سخت جون بودن شعبون بیمخ بگم. سال 41 شعبون مورد سوء قصد قرار میگیره، یعنی میخوان ترورش کنن توسط اگر اشتباه نکنم آقای عزت شاهی بود اسمش. خلاصه 5 تا گلوله میخوره، همه میگن این مرده، امکانات پزشکی هم نبوده دیگه که بتونن نگهش دارن اینا. در نهایت البته آقا شعبون قصه ما طبعا میدونیم زنده میمونه. ولی بعد از این اتفاق جالبه، بعد از این تروره دیگه کمتر نامی از شعبون بیمخ تو فضای سیاسی ایران شنیده شد. در ماه‌های پایانی عمر رژیم پهلوی شعبون یه سفری کرد به اسرائیل، البته مجدداً برگشت به ایران. 26 دی ماه 1357 همزمان با خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران شعبون هم فرار کرد به ژاپن و از اونجا هم رفت آلمان، بعد اسرائیل و بعد هم رفت فرانسه و انگلیس و ترکیه. در نهایت تو ترکیه با گروه ارتشبد آریانا بر علیه حکومت جمهوری اسلامی فعالیت میکرد. شعبون بیمخ بعدها به آمریکا مهاجرت کرد و تا پایان زندگیش یعنی 85 سالگی در شهر سانتا مونیکا در ایالت کالیفرنیای آمریکا زندگی کرد و در همونجا هم البته درگذشت. شعبان جعفری معروف به شعبون بیمخ در گورستان وست وود، محل دفن هایده و مهستی، خواننده های بزرگ ایرانی و البته صدها شاعر، هنرپیشه، خواننده و سیاستمدار ایرانی و غیر ایرانی به خاک سپرده شد. شعبان جعفری یا همون شعبون بیمخ به اندازه هیکل بزرگ و تنومندش پر از تناقض هم بود. کسی که تا آخر عمرش نه عرق خوریش ترک شد و نه نماز و روزش. کسی که همزمان هم عاشق مصدق بود، هم عاشق کاشانی و هم عاشق شاه مملکت. عشق مثلثی یه جوره. دوره‌ای به فدایان اسلام علاقه داشت، زمانی طرفدار جبهه ملی بود و بعد هم دورانی عاشق دربار بود.
شعبون جعفری گندلاتی بود که البته بازیچه دست سیاستمداران بود. سیاستمدارانی که می‌خواستند سیاست کف خیابون رو با خشونت به نفع خودشون پایان بدن. شعبون بیمخ یک نفر بود، اما ما در طول تاریخمون و تا به امروز و این لحظه هم شعبون بیمخ‌های بسیاری رو دیدیم و خواهیم دید. کافیه کمی فکر و مرور کنیم. مرور کنیم تا نام و چهره‌های بزن بهادرهای دیگری رو هم به یاد بیاریم که برای سیاستمداران نقش نردبون رو بازی می‌کنن. فکر مرور. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی، سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینم تو میبینم.